بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، انشالله که در هر کجای این سرزمین که هستید بهترین وضعیت رو داشته باشید و از خدا براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خب ادامه تستای فصل یک گفتار سه وارد بحث سوخت‌های زیستی میشیم، بحث چرخه‌ای بودنش رو توضیح میدیم، مقایسه میکنیم سوخت زیستی رو با سوخت فسیلی که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داره، چه مضراتی سوخت‌های فسیلی داره، چه فواید سوخت‌های زیستی داره، انواع سوخت زیستی چیه، وارد بحث پزشکی شخصی میشیم، بررسی ژن‌ها، بیماری‌هایی که در آینده ممکنه به اونها فرد ابتلا پیدا کنه رو بررسی میکنیم، داروهای خاص پزشکی شخصی رو بررسی میکنیم، وارد بحث جنگل زدایی میشیم، بحث تولید کنندگی اکوسیستم میشیم، واسه بحث دریچه ارومیه وارد میشیم، تست هایی که بر این مبنا طرح شده رو بررسی میکنیم و نکاتش رو تا مغز استخونش تفکیک میکنیم. با ما همراه باشید. اما رسیدیم به سوال 23، سوالی که در مورد چرخه گازوئیل زیستی ازت بخواد سوال کنیم. سوال میخونیم: چند مورد از جملات زیر در مورد گازوئیل زیستی به درستی بیان شده است؟ خب تو چرخه گازوئیل زیستی رو توی کتابت حتما دیدی که توضیح میده که چجوری این روغن استخراج میشه، بعد در مورد استخراج سوخت‌های زیستی از سلولوز صحبت میکنه و در مورد بحث مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین در تولید این سوخت‌ها. با من همراه شو تا خلاصه این بخش رو هم ببینیم. خورشید میتابه به گیاه و گیاه فتوسنتز میکنه. یکی از چیزهایی که گیاه تولید میکنه دانه است. دانه یا بذر محصول تولید مثل جنسیه. تولید مثل جنس رو تو سالهای بعدی مثل یا سال 11 هم ایشالله حسابی از خجالتش در میاییم. اما فعلا یکی از این دونه ها توی تصویر وسطتون کشته شده، از گیاه های مثل زیتون، سویا، آفتابگردون و خیلی گیاه های دیگه دانه های روغنی استخراج میشه. بچه ها این دانه ها روغن یا لیپید تولید میکنند. روغن چه نوع لیپیدیه؟ خوب گوش کن. لیپیدها چهار گروه هن: تریگلیسیرید، فسفولیپید، استروئید و موم ها. تریگلیسیریدهای جامد رو بهش میگن چربی و تریگلیسیریدهای مایع رو بهش میگن روغن. پس این روغن منظور تریگلیسیرید مایع است. خب آقا این استخراج میشه، میشه روغن گیاهی تصفیه نشده. تصفیه میکنن، مواد اضافیشو جدا میکنن، میشه تصفیه شدهش. خب این تصفیه شده ها رو میگیرن و واکنش‌های شیمیایی روش انجام میدن، میشه گازوئیل زیستی. خب این گازوئیل رو میدیم به خودرومون، وسیله نقلیه‌مون فعل و انفعال میکنه و CO2 تولید میکنه. خوب دقت کن، شروع چرخه با فتوسنتز نور و CO2. پچه شد آقا تا اینجا؟ من فتوسنتز رو استارتش رو میدم با نور و CO2، تهش به من چی میده دوباره این گازوئیل زیستی؟ CO2، نور خورشیدم که هست. پس ببینید این CO2ی که اینجا تولید میشه دوباره همون ماده اولیه فتوسنتز اول چرخه رو ایجاد میکنه، یعنی این هی به صورت چرخه‌ای میره جلو. حالا من اینجا اینو برای به صورت خلاصه آوردم که توصیه میکنم حتما هجی یادداشت کنی به کارت میاد. مقایسه کردی فسیلی با زیستی. آقا فسیلی غیر چرخه‌ایه، زیستی چرخه‌ای و تجدیدپذیره. هر دو تولید CO2 دارن، هر دو هم منشأ زیستی دارن، ولی این اولد این نیو فیس. یعنی چی؟ آقا این جانداری که منشأ نفت منه دوران قلقلک میرزا زندگی میکرده، الان فوت کرده سالیان ساله. اینی که من ازش الان دارم روغن میگیرم همین الان خودم با دستای خودم گاهن کاشتم، یعنی در عصر حاضر. پس این منشأ زیستی قدیمی، منشأ زیستی جدید. سوختهای فسیلی استفادهشون آلودگی هوا داره، منجر به تولید گازهای گلخانه‌ای میشه، گرمایش زمین رو داره. این استخراجشون مثل همین میادین بزرگ نفتی و گازی کلی آلودگی زیست محیطی دارن، تولید مواد سرطان‌زا میکنه. بارها در کتاب 11 یا 12 اشاره شده مستقیم و غیر مستقیم که مواد خروجی از اگزوز ماشین ها از مواد ایجاد سرطان هست. بچه ها سرطان بیسش کارش تغییر پایدار در ساختار دی ان ای، یعنی همون بحث جهش. بعد اینا موادی که تولید میکنن منجر به باران اسیدی میشه.
بچه اینها رو به طور قطع سوختای زیستی ندارن. البته نه همه سوختای زیستی، در موردش حالا رو تست صحبت میکنیم، ولی به طور کل میتونیم این جدول رو در مورد این چرخه به طور قطع داشته باشیم که آقا سوختای زیستی که حداقل اینجا کتابتون معرفی کرده، آلودگی هوا، گرمای زمین، آلودگی حین استخراج، مواد سرطان‌زا و باران اسیدی رو ندارن. اما حالا انواع سوخت زیستی رو جلوتر نکاتش رو تستا بررسی میکنیم، اما یه کادر کوچولو اون گوشه وسط دارم، یه ابر خوشگل. کتابتون میگه انسان های اولیه با سوزوندن برگ ها سلولوز داره دیگه، از سلولوز یا کربوهیدرات سلولوز، پلی‌ساکارید سلولوز انرژی تولید میکردن. اما انسان امروزی داره خوش سلفی میگیره، میاد از این سلولوز یا کربوهیدرات من برای تولید سوختای زیستی استفاده میکنه. همین الان دانشمندا دارن سعی میکنن آنزیم هایی رو توی مهندسی ژن یا مهندسی پروتئین بسازن که از این سلولوز بتونن بیشتر سوخت زیستی بگیرن. حالا چقدر موفق شدن چقدر موفق نشدن کتاب بحثی نکرده، فقط گفته حواست باشه. اینجا ما یه منشأ سوخت زیستیمون میتونه کربوهیدرات سلولوز باشه که به لطف آنزیم ها و بحثای مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین دارین روش کار میکنیم. یه منشأ سوخت زیستی من میتونه گازوئیل زیستی باشه که چیه بچه‌ها؟ روغن یا لیپیده. با توجه به نکاتی که گفتم بریم سراغ تست. با توجه به نکاتی که بررسی کردیم، خب میگه چند موردش در مورد گازوئیل زیستی درسته. باعث باران اسیدی نمیشه؟ نه. مواد سرطان‌زا نداره؟ نه. از دانه زیتون قابل تولیده؟ بله. زیتون، سویا، آفتابگردان. انرژی تجدیدناپذیر است؟ غلطه، تجدیدپذیره. الف و ب و جیم درسته؟ سه مورد درسته. بریم سوال بعدی. اما سوال بعدی رو ببینیم، کدوم گزینه در مورد پزشکی شخصی نادرسته؟ خب آقا پزشکی شخصی رو کتابتون چی میگه؟ میگه ببین به جای اینکه بیان حال روز همون موقعی طرف رو نگاه کنن، وقتی ما میریم دکتر مثلا سرما خوردیم، میریم دکتر طرف میگه دندون واکن، یه چوب بستنی میکنه تو حلقمون، این لامپا میندازه ته گلیمون رو نگاه میکنه، و یا مثلا چه میدونم این ویروس جدیداست، تو هر بارم بری دکتر بهت میگه نه این ویروس جدیداست، من نمیدونم چند تا ویروس جدید داریم چه همش میاد سراغ ما. الان دیگه پزشکی شخصی داستانش فرق داره. اصلا به جای اینکه بین حال تو رو نگاه کنن، میان حال و احوال ژن‌ها تو بررسی میکنن. یعنی میان با بررسی ژن‌ها متوجه میشن آقا شما زمینه یه چه بیماری‌های ارثی رو داری که اصلا ممکنه در آینده بهش ابتلا پیدا بکنی یا نکنی. پس این سبک زندگی رو برو جلو که به این بیماری‌ها ابتلا پیدا نکنی. حتی میتونن برای دارو بسازن، دارویی که فقط برای تو جواب میده، اختصاصیه. چرا؟ چون دارو رو کدهای ژنتیکی خودت نوشتن، پس فقط به درد تو میخوره، حتی به درد دعاشت بابات نمیخوره. خب میگه به تازگی روش واسه تشخیص، کلید واژه مهم، درمان بیماری های در حال گسترشه که بلا فلان فلان. خب میگه تو پزشکی شخصی برای تشخیص به جای مشاهده حال بیمار، حال ژن هاشو بررسی میکنن. دارویی خاص هر فرد، گفتم مخصوص خودشو میزنن، از بیماری ارثیش آگاه میشن، قراره در آینده ممکنه بالا بهش ابتلا پیدا کنه، پیش بینی میکنن، با اقدامات لازم اثرش رو کاهش میدن. با توجه به نکاتی که گفتیم میایم اینجا، استفاده از روش های درمانی طراحی شده خاص هر فرد برای درمان هر فرد. بله پزشکی شخصی کلید واژه خیلی مهمش اینه که بچه‌ها شخصیه، انفرادیه، اسپیشیال به قول خارجی‌ها. خب دو، کاهش اثر بیماری هایی که فرد در آینده ممکن است با هم مبتلا بشه. بله دیگه میای ژنا رو بررسی میکنه، میبینن آقا شما ممکنه در آینده به چه بیماری هایی مبتلا بشی، پس اینجوری برو اونجوری نرو که این بیماری رو نگیری. مثلا میگن آقا شما ژنتیک استعداد دیسک کمر رو داره، پس سنگین نزن. خب سه، استفاده از اطلاعات روی ژن های هر فرد برای تشخیص درمان بیماری، اصلا تعریف پزشکی شخصی به نوعی.
پس میمونه فقط گزینه 4، طراحی داروهای عمومی با مهندسی ژنتیک برای درمان فرد خاص. داروی عمومی کار رو خراب کرد. داروی عمومی یعنی میری تو داروخونه پیداش میکنی، میگم این داروها رو تولید میکنن فقط و فقط برای تو، پس تو داروخونه کاربردی نداره. 4 پاسخ صحیح تسته. میریم سوال 25. میگه چه تعداد از موارد زیر جزء اثرات مربوط به استفاده از سوختهای فسیلی است؟ خب ورود مواد سرطانزا به جو، بله، بارش بارانهای اسیدی بررسی کردیم، بود آلودگی محیط زیست به هنگام استخراج این سوختها، بله گفتیم، مثل معادن نفتی و گازی چقدر اثرات زیست محیطی بدی داره، گرمایش جهانی، بله گازهای گلخانه‌ای رو صحبت کردیم، کربن دی اکسید هم که تا دلت بخواد میبره بالا، پس همش هست. گزینه 3 5 مورد پاسخ صحیح. بریم تست بعدی. 26 خیلی جالبه. میگه سوخت فسیلی موجب جاخالی نمیشود. یاد میاد گفتم دور کلید واژه ها تو سوال خط بکش، آخر سوال نقطه بذار. اینجا دور نمیشود خط بکش. طراح زیرش خط ننداخته. پس حواست باشه. موجب تخریب بوم سازگان نمیشود. چرا نمیشود؟ میشود. موجب باران اسیدی نمیشود. میشود. موجب گرمایش جهانی نمیشود. خب میشود. فقط گزینه 4 بوم دیگه. موجب کاهش یعنی کم کنه آلاینده های زیست محیط رو، نه اتفاقا موجب افزایشش میشه، پس موجب کاهشش نمیشه. 26 میشه گزینه 4. بریم 27. میگه در حال حاضر تولید هر نوع سوخت زیستی 1 با استفاده از جانداران امروزی همراه است. بله بررسی کردیم دیگه، جاندار زیستی امروز. پس جواب 1. 2 نقشی در گرمایش زمین به هنگام استفاده ندارد. این همون نکته بود که گفتم رو تستا صحبت بکنیم. بعضی از سوخت‌های زیستی گویا یه مقداری اثری مشابه گازهای گلخانه‌ای به خاطر حالا تولید CO2 یا گازهای از این قبیل میتونن داشته باشن، ولی قطعا میزان گرمایشش کمتر از چیزی هستش که این سوخت‌های فسیلی داره. 3 با بکارگیری آنزیم‌های مهندس شده همراه است. خیر، هر نوع سوخت، مثلا در مورد سلولوز قضیه مطرح شده بود، ولی در مورد گازوئیل زیستی که از روغن می‌گرفتن مهندسی ژنتیک یا مهندسی پروتئین نقشی نداشت. و 4 در طی فرآیند چرخه‌ای وابسته به دانه‌های روغنی همه سوخت‌های زیستی بچه‌ها روغنی نبودن، بعضی‌هاش سلولوز و کربوهیدرات بود. بریم سراغ سوال 28. 28 بچه‌ها در مورد چیه؟ تخریب جنگل. پس بریم متن کتابشو ببینیم. اولش میگه آقا خدمات بوم سازگان به طور کلی منابع سودهایی که هر بوم سازگان واسه من داره رو بهش میگن چی آقا؟ خدمات بوم سازگان. بعد یه چیز خیلی جالب میگه، میگه میزان خدمات هر بوم سازگان یعنی میزان منابع و سودش به میزان تولید کنندگیش بستگی داره. یعنی چقدر ما تو اون اکوسیستم، تو اون بوم سازگانمون تولید کننده داریم. خب خیلی جالبه، میگه آقا پایدار کردن بوم سازگان ها به طوری که حتی اگر اقلیم تغییر کرد میزان تولید کنندگی اونها تغییری نکنه موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشه. و خیلی واضحه، انسان مواد مورد نیازش و خیلی از منابعش رو از این بوم سازگان ها داره، اقلیم زمین هم همش داره عوض میشه، پس ما باید به سمتی بریم که این بوم سازگان ها رو تثبیت کنیم. ولی متاسفانه داریم برعکس میریم جلو. مثلا میایم دریاچه ارومیه رو به علت احداث سد، جای نامناسب، چاهای غیر اصولی، کشاورزی غیر اصولی، احداث بزرگراه وسط اینجا، مثل اینکه بزرگراه زدن رد شد، داریم خرابش میکنیم. من یادم نمیره برنامه تلویزیونی بود، دکتری آورده بودن، نمیدونم رشتهشون چی بود، ولی تو همین بحث بوم سازگان و اکوسیستم فعالیت داشت. میگه بابا وقتی میایید اونجا واسه اشتغال زایی مثلا باغ تأسیس میکنیم، مثلا باغ سیب ترش، خب بعد آب رودخونه رو مجبوری جلوش سد بزنی که به اون باغ برسه، عکس هم میگیرید و که آقا ما اشتغال زایی کردیم. خب بعد 10 سال آب نمیرسه، درچه خوش میشه، تمام این نمک ها بلند میشه، اون باغتون هم خوش میشه. لذا کارهای اصولی شده تهش. ببین ته اینایی که این گفته، خوشسالی حفر بی حساب چاه، نمیدونم بی توجهی به قوانین طبیعت، احداث بزرگ را، استفاده غیر علمی از آب، همه اینها میشه ضعف مدیریتی در یک کلام. متاسفانه ما هم خیلی گریبانگیرش هستیم تو کشورمون. حالا جنگل زدایی چیه؟ میگه آقا بیا درخت های جنگل رو قطع کنی. برای چی؟ از اون چوبش استفاده کنی. برای چی؟ بیا توش ویلا بسازی، زمینش استفاده بکنی. خب خیلی هم وحشتناکه.
ببین بعد نکته‌ای که خیلی جالبه اینه، یا جنگل جلوی سیل رو میگیره. وقتی که شما جنگل رو میبری، یکی از علتهای وقوع سیل در سالهای اخیر جنگل زدائیه. جنگل ها، درخت ها، ریشه ها خاک رو تثبیت میکنن. وقتی جنگل از بین میبری باعث فرسایش خاک میشی. وقتی جنگل نباشه فتوسنتز نیست، اول چرخه یا هرم غذایی گیاهان نیستن. وقتی اونا نباشن گیاهخواران نیستن، گیاهخواران نباشن گوشخواران نیستن، دا الا ماشاءالله. پس تنوع زیستیت هم کم میشه. آقا جنگل های مخصوصا درختان پهنبرگ دما رو میارن پایین، تعدیل میکنن. اونا بین میبری تغییرات آب و هوایی رخ میده. بلاهایی که بر سر جنگل زدایی سر زمین داریم میاریم. این هم عکس جنگل های گلستانه. اولیش 77، دومیش 80، سومیش 94. تقریبا هیچ جنگل باقی نموند. این همین شکل رو تو تست آورده، میگه میزان تنوع زیستی توی جیم، جنگل تقریبا کامل تخریب شده، این بیشترین تخریب رو بین اینا جیم داره، بعد ب داره، بعد الف هم که اصول خیلی قدیمه، مثلا 77 80 94، میزان تنوع زیستی در شکل جیم بیشتر از الفه. غلطه، چون جنگل زدایی کردیم تنوع زیستی کم شده، اینجا تنوع زیستی بیشتره. ب، خدمات بومسازگان ب کمتر از جیمه. غلطه، اینجا چون جنگل زدایی کردی خدمات بومسازگانت هم میاد پایین، پس اینجا خدمات بیشتره. س، فرسایش خاک الف بیشتر از ب. غلطه، اینجا جنگلت بیشتر سالم مونده، اینجا بیشتر تخریب شده، پس فرسایش خاک اینجا خیلی کمتر از اینجاست. یعنی میتونیم بگیم بیشترین فرسایش خاک اینجا داره، بعد اینجا داره، بعد اینجا. احتمال وقوع سیل تو الف قطعا کمتر از جیمه، چیزی که قدیم میدیدیم این همه بارون میمد سیل اینقدر نمیشد، ولی الان تا یه بارون میاد سیل میاد میزنه میبره. چرا؟ چون در بالا دست درختی نیست جلوی جنگل جلوی سیل رو بگیره. آقا بریم سوال 29 چی میگه؟ میگه کدوم گزینه درباره فرایندهای چرخه تولید گاز زیستی سگه؟ مطلب بسیار مهمیه، چند بار با هم بررسی کردیم، تو به راحتی میتونید پاسخ بدید. من سب میکنم شما جواب بدید. درود بر شما. از دانه های روغنی گیاهانی چون آفتاب گردن، نفت خام نه، ما گازوئیل داریم پس نفت خام نداریم. ب، دو دوره میگه نفت خام گیاهی، من نفت خام گیاهی ندارم، گازوئیل دارم، اینم میره. س، با مصرف گازوئیل زیستی در وسایل نقلیه مولکول اولیه چرخه دوباره تولید میشود. بله، CO2 مولکول اولیه فتوسنتز یا چرخه است، کاملا صحیح. 4، نفت خام دوباره نفت خام هم ندارم. آقا حالا فرض کنیم نفت خامو حالا مثلا جاش بگی گازوئیل، بازم 4 غلطه. میگه نفت خام تصفیه شده در طی واکنش های شیمیایی دی اکسید کربن و گازوئیل زیستی تولید میکنه. نشد، دی اکسید کربن حین سوخت و ساز توی اتومبیل، حالا مثلا سوختن توی اتومبیل تولید میشه. دو چی میگه؟ میگه نفت خام در طی واکنش های شیمیایی با الکل میتونه گلیسیرین ایجاد کنه. این داستان واسه چاپ قدیم کتابتون اصلا کلا حذف شده، الان نیست، چاپ قدیم همین دهم. یک، از دانه های روغنی گیاهانی چون آفتاب گردن، نفت خام تصفیه شده. نشد، نفت خام ما میگن فرض بکنیم که بهش بگن گازوئیل زیستی، اصلا نفت خام تصفیه نشده در میاد، بعد تصفیهش میکنن. من با دو حالت وسط هم رد گزینه کردم، هم به جواب درست استم. بریم سراغ سوال سی. یک، کدوم گزینه نادرست افزایش کیفیت محصولات گیاهان همانند بهبود مقاومت به بیماری های گیاهی میتواند نتیجه مهندسی ژن باشد؟ کاملا درسته، توی تستای قبلی بررسی کردیم ژن ها رو، مثلا از باکتریای خاکسی میدیم به گیاه، مقاومت پیدا میکنه به آفات و هزار تا کار دیگه. دو، اجتماع پیچیده میکروبی خاک همانند مهندسی ژن در میتونه شانس ایجاد بیماری گیاه رو بکاهد. بله دیگه، بررسی کردیم خیلی از باکتری ها تو خاک هستن، نسبت به آفات مقاومن و اصلا اثر مثبتی دارن تو زندگی گیاه. مهندسی ژن هم میگه آقا من این ژن رو بردارم بدم به گیاه، باز مقاومت پیدا کنه گیاهم. پس هر دو با هم در افزایش بهبود زندگی گیاه مفیدن و شانس ابتلا بیماری رو کاهش خواهند داد. سه، دانه های روغنی همانند دانه های غیر روغنی در تولید گازوئیل زیستی نقش دارن. من دانه غیر روغنی رو کجا بررسی کردم؟ فقط دانه روغنی رو بررسی کردم. فلزا سه غلطه. چهار، مهندسی ژن در تولید سوختهای زیستی موثر است. بله، اون بحث آنزیم هایی که میخوایم مثلا از اونها استفاده بکنیم تا از سلولوز به سوختهای مفیدتری برسیم رو متن کتاب مشخصا بررسی کرده بود. تا سوال سی با ما همراه باشید تا بریم سراغ تست های ترکیبی فصل 1 با فصل های جلوتر.